يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سعادت و کمال بشری آرزویی است که هر بشری و هر انسانی در سیر زندگی خودش در ذهن اون رو میپرورونه و به عنوان هدف اصلی برای زندگی بشر تلقی میشه. لکن در مکاتب مختلف، در ایده های و افکار مختلف، روش رسیدن به کمال و سعادت و یا اساساً خود موضوع اینکه سعادت و کمال چیست مورد اختلاف نظر هستش، که در مکاتب مختلف تعریف های مختلفی دارند که اساسا اگر ما انسان سعادتمندی رو بخواهیم معرفی کنیم و ملاک برای کمال و سعادت رو در او تعیین کنیم، این ملاک چیست، این سعادت چیست، این کمال به چه نحوه است. و مطلب دیگری که باز بین مکاتب اختلاف دیدگاه درش وجود داره اینه که طریقه رسیدن به کمال و سعادت بشری به چه نحوه است، از چه راهی، با چه روشی میتوان به اون سعادت و به اون کمال مورد نظر رسید و نائل شد. برای این دو جهت مکاتب مختلف بشری و ایده های مختلفی که وجود داره جواب های مختلفی ارائه کرده اند. لکن در مکتب و شریعت مقدسه اسلامی اون چه که به عنوان سعادت برای بشر تعیین شده، سعادت در دنیا نیست، خوشبختی در دنیا نیست، بلکه سعادت و خوشبختی در ورای این زندگی دنیایی است. ولذا در آیات مختلفه مبارکه قرآنی ملاک را برای سعادت بشر، رسیدن به اون فوز حقیقی، به اون مقام جنت و بهشت الهی که انسان بتواند از مسیرهای مختلفی که در جلوی راه او قرار میگیره مسیری رو انتخاب کنه که منتها الیه اون بهشت بوده باشد نه جهنم. ولذا در بیش از 50 آیه از آیات مبارکه قرآنی ملاحظه میشه که خداوند بر راه رسیدن به سعادت را، راه رسیدن به این فوز حقیقی را، یعنی رسیدن به بهشت را، منوط به دو امر فرموده است. الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اونهایی که به دو سلاح تجهیز شده اند، یک سلاح ایمان، دو سلاح عمل صالح. الذين آمنوا
و عمل الصالحات، این دو در کنار هم، این دو لازمه رسیدن به اونجایی است که اینها بشوند اصحاب الجنه و اون هم هم فیها خالدون، به نحوی که خلود و ابدیت در بهشت برای اونها بوده باشه. بلذا در شریعت مقدسه اسلامی مهمترین مباحثی که مطرحه همون ایمان و عمل صالح است. نسبت به ایمان، اعلام و بزرگان دین مقدس اسلام اینها مبانی رو تصویر کرده اند که این مبانی به عنوان اصول اعتقادیه برای رسیدن به حد اقل مراتب ایمانی است که اگر هر کدام از اینها نبوده باشد، اون اصل اول ایمان مفقوده، وجود نداره، محقق نشده، که اون اصول معروف به اصول دین از توحید و نبوت و عدل گرفته تا مسئله امامت و مسئله اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم. در این مسائل اعتقادی، از اونجایی که اصل و ریشه ایمان هر فردی را تشکیل میده و او را متمایز میکنه از سایر افراد و نقطه ابتدایی است برای اینکه لیاقت و شأنیت برای اینکه به بهشت نائل بشه، این نقطه بایستی حتما محقق بشه و این به اختیار خود شخص هست، قهرن لازم دارد که زحمتی در اینجا کشیده بشه، فعالیتی بشه، و اون اینه که در قبال این مسائل اعتقادی تحقیقاتی بشه و بر اساس اون تحقیقات شخص به علم و آگاهی و التزام نفسانی برسه، که اگر شخص قلباً در درون خودش و در نفس خودش به مرحله ای رسید که ملتزم شد و اقرار کرد به این اصول دین، به وحدانیت حق تعالی، به نبوت پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله، به امامت ائمه معصومین علیهم صلوات الله، به مسئله معاد و عقاب و ثواب و بهشت و جهنم، اگر از در نظر درونی و نفسانی، به اصطلاح از جهت جوانهش، به مرتبه ای رسید که به این امور اذعان پیدا کرد، این حقیقت ایمان در او شکل گرفته. البته ایمان مراتب مختلفی داره، هر چقدر سطح اطلاعات و اعتقادات شخص قوی تر بشه، اون ایمان مرتبه بالاتری را خواهد داشت و قهرن مرتبه و منزل و جایگاه او در قیامت علو بیشتری پیدا میکنه. اما این گونه نیست که افرادی که با حداقل مراتب آگاهی، با مراتب اولیه اطلاعات به این اصول دین دسترسی پیدا میکنن، اینها ایمان نداشته باشن. نه خیر، اونها هم ایمان دارن و اونها هم شأنیت و لیاقت برای رسیدن به اون سعادت و کمال را پیدا می کنند. لکن در این جهت اعلام و بزرگان تصریح کرده اند که این مباحث اعتقادی که لازمه ایمان است، اینها بایستی بر اساس علم و یقین و اعتقاد شخصی بوده باشه. هر کسی بایستی در قلب خودش، در درون و نفس خودش اذعان به این امور رو داشته باشه.
حالا با چه سطح استدلالی، با چه سطح برهانی، با چه نحوه رسیدن به این مطالبی، اون هر کسی بر اساس اون ذوق خودش، اون توانایی خودش، اون استعدادهای خودش میتواند این مراتب رو طی بکنه. ولذا در ابتداء همه رساله های عملیه بزرگان ما از مراجع عظام تقلید سلمهم الله، اینها میفرمایند که مسائل اعتقادی تقلید درش راه نداره. هر کسی بایستی بر اساس اون علم و یقینی که برای او حاصل شده التزام به دین و به مراتب مختلفه اعتقادات داشته باشه. بعد از این مرحله، مرحله عمل صالح است که لازمه دوم سعادت بشر است. عمل صالح خب قهرن لازم داره که مشخص بشه چه عملی عمل صالح است، چه عملی عمل صالح نیست. مصداق عمل صالح از کجا باید تعیین بشه؟ ممکنه که بعضی از موارد به عنوان مصداقی از مصادیق عمل صالح برای ما مسلم و قطعی بوده باشه، اما در نحوه اجرای اون عمل، در شرایط اون عمل، در مقدمات اون عمل ما بایستی راهکاری داشته باشیم که به عمل صالحی که مورد نظر صاحب دین است به اون عمل برسیم، نه اینکه بر اساس سلیقه و اختیار خودمون عملی رو انجام بدیم و تخیل کنیم که این همون عمل صالحی است که میتواند ما را به سعادت و خوشبختی برساند. ولذا در تعیین عمل صالح، شرایط اون، موانع اون، مقدمات اون عمل صالح، انسان چند راهکار جلوی پای اوست. اولین راهکار و مهمترین راهکار و بهترین راهکار اینه که هر کسی زحمت بکشه و تحقیق بکنه، دنبال مستندات و براهینی که در دست ما هست برای تعیین این عمل صالح بره و به استنباط شخصی برسد به این نقطه که چه عملی واجب است انجامش، چه عملی حرام است انجامش، چه عملی مستحبه، چه عملی مکروهه و یا چه عملی صرفاً مباح است. به این که شخص خود رو در راه تحقیق و استنباط احکام شرعیه قرار میده، اصطلاحاً گفته میشود اجتهاد. و شخصی که به اون قدرت رسیده که بتواند از ادله و مبانی عملی دین مقدس اسلام این احکام و دستورات را اخذ بکنه، بیرون بکشه، بتواند استنباط بکنه، به اون شخص گفته می شود مجتهد. پس اولین راهکار و بهترین راهکار اینه که شخص خودش بره دنبال، تحقیق کنه، مقدماتش رو طی بکنه، اون علومی که برای رسیدن به حقایق این احکام است رو یکی یکی طی بکنه و تخصص درش پیدا بکنه تا بتواند به اون قدرت اجتهاد نائل بشه. و وقتی به قدرت اجتهاد نائل شد، مجتهد شد، ایشون باید طبق اون چی که استنباط میکنه و برای او یقین حاصل میشه که این مورد استنباط اون حکم الله واقعی است، باید بر طبق اون عمل کنه و اعمال خودش رو منطبق بکنه با اون نتایج اجتهادش. اما این کار در عین حالی که
بهترین کاره و مهمترین کاره، اما مسلماً برای همه مؤمنین مقدور نیست. همه نمیتونن به دنبال رسیدن به مرتبه اجتهاد بوده باشند. مقدماتی که این کار نیاز دارد، مقدمات بسیار بسیار طولانی، دشوار، اون استعدادی که بتواند همه این مقدمات رو درک بکنه، همه رو در کنار هم قرار بده و به نتیجه برسونه تا بتواند به قدرت استنباط احکام برسه، همه استعدادی توانایی رسیدن به این مراتب رو نداره. همه افراد از جهت فکری قدرت رسیدن به این مرتبه رو ندارن. قهرن در کنار راه اجتهاد راهکار دیگری هم بایستی وجود داشته باشه که من اگر مجتهد نمیتوانم بشوم یا نیستم، عملم ترک نشه، اعمالم رو باید انجام بدم. از همون ابتداء بلوغ شرعی من مکلف هستم تمام اعمال را، تمام واجبات را انجام بدهم، تمام محرمات را ترک بکنم. ولی خب از اول بلوغم من مجتهد نیستم، ممکنه تا آخر عمر هم مجتهد نشوم، ممکنم هست که در طول عمر در طی مسیر به مراتب از اجتهاد برسم، بتوانم استنباط کنم، اما الان که در مرتبه اجتهاد نیستم بایستی عملم رو انجام بدم، نمازم رو باید بخونم، روزه هامو باید بگیرم. برای این که در کنار اون اجتهاد که فرض اینه که من توانایی رسیدن اون به اون رو ندارم، فعلا راهکاری بوده باشد برای تعیین عمل صالح و اینکه این احکام دین را و دستورات عملی دین را به درستی انجام بدم، اعلام و بزرگان دین ما دو راهکار و دو طریق را برای ما تعیین کردند. یکی راه تقلید، دیگری راه احتیاط. ابتداءً راه احتیاط را مختصر توضیحی در موردش بدم تا بعد برسیم به مسائل مهمی که در مورد مسئله تقلید وجود داره. اما احتیاط به سه نحوه ممکنه که شخص احتیاط بکنه. نحوه اول اینه که احتیاط در انجام فعل است. نحوه دوم اینه که احتیاط در ترک فعلی باشد و نحوه سوم این که احتیاط در جمع بین دو فعل و یا تکرار حتی در بعضی از موارد به این صورت احتیاط محقق بشه. اما مورد اول که احتیاط در انجام فعله، در اون جایی است که موردی برخورد بکنم، ببینم که بعضی از افرادی که به درجه اجتهاد نائل شده اند و استنباط در احکام شرعیه کردند، اینها در این مسئله حکم به وجوب دادند، گفتن این کار واجبه و در کنار اونها افرادی هم بودند که اینها قائل به وجوب نبودند. پس این مورد هم قائل به وجوب داره، هم قائل به عدم وجوب. حالا عدم وجوب صرف استحباب بوده باشه یا مباح بوده باشه، به هر حال بعضی قائلن که این واجب نیست. اما در میان نظریات هیچ کس از اول تا آخر بین اعلام اعتقاد به حرمت این عمل نداره،
یعنی قطع داریم که این عمل حرام نیست، یا واجب یا غیر واجب از مستحب یا خدمتتون عرضم که مباح بوده باشه. در این فرض کسی که اراده کرده بر این که احتیاط بکنه، احتیاط در اینجا به اینه که این عملی که مردد بین وجوب و غیر وجوب است و یقین داره که حرام نیست، این عمل را انجام بدهد، که اگر این در واقع واجب بوده باشه، خب نتیجهش اینه که این به واجب خودش، به واجب الهی عمل کرده. اگر واجب هم نبوده باشه، حرام که قطعا نیست که، ولی زمان مرتکب معصیت نشده در این عملش، فوقش اینه که یا عمل مستحبی انجام داده یا عمل مباحی. اما برای این که ایشون محتاط است و باید احتیاط بکنه، باید این فعل را انجام بده. مثالی که برای این مورد مشهور میزنن، مثال به تسبیحات اربعه در رکعات سوم و چهارم نماز هامونه. خب بعضی از آقایون اعتقاد داشتند به اینکه تسبیحات اربعه بایستی سه مرتبه گفته بشه در رکعت سوم و چهارم نماز. بعضی دیگر از آقایون از مراجع ازام تقلید معتقد هستند که حد واجب تسبیحات اربعه یک مرتبه است و دو مرتبه دیگر اون مستحبه، انجام بده بهتر، انجام هم نده مخل به نمازش نیست. کسی که میخواد محتاط باشه و به احتیاط عمل کنه، قهرن بایستی در این مسئله نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی که میخواد بخونه، در رکعت سوم و چهارمش تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگه، به یک مرتبه اکتفا نکنه، چون احتمال اینکه سه مرتبه واجب باشه هست در مسئله، برای ذا باید احتیاط بکنه و سه مرتبه تسبیحات اربعه رو بگه. مورد دومی که برای احتیاط هست، احتیاط در ترک. احتیاط در ترک کجاست؟ احتیاط در ترک اونجایی است که این مورد فعل من مردد بین اینه که حرام باشه یا حرام نباشه، اما یقین دارم که واجب نیست، قطعا وجوبی در کار نیست. حالا یا این عمل حرامه یا حرام نیست. در این فرض شخص مکلفی که اراده کرده به احتیاط عمل کنه، ایشون بایستی این عمل رو کنار بذاره، باید ترک کنه، برای اینکه بر اساس ترک او یقیناً اون واقعی که مورد نظر شارع مقدس عمل شده. چرا که اگر حرام بوده باشه، خب قهرن ایشون مرتکب عمل حرام نشد. اگر هم حرام نیست، اما وجوب هم که نداشته، ولذا ترکش برای او عقاب آور نیست. قهرن ایشون وظیفش اینه برای اینکه عمل به احتیاط بکنه، این عمل رو ترک بکنه تا اینکه علا ای حالن منطبق با وظیفه شرعی خودش عمل کرده باشه. در اینجا خب مثال‌های مختلفی میشه بیان کرد. مثلا فرض کنید در مورد مردها که این حلق لحیه، اصطلاحاً تراشیدن صورت محاسن، این آیا حرام است یا حرام نیست؟ بالخصوص طرفین صورت، این دو طرف صورت، آیا حرام هست تراشیدنش یا حرام نیست؟ به هر حال بین اعلام و بزرگان اختلاف نظری وجود داره. بعضی ها تصریح دارند که تراشیدن طرفین صورت حرام نیست، اون چی که از مقدار ریش لازمه همین قسمت چانه و اطراف چانه است،
که ریش اساسا صدقش رو به همین جا میدونه، ولذا اطراف دو طرفش رو شخص بتراشه، به اصطلاح امروزی ریش پروفسوری بگذاره، به نظر این آقایون اشکالی نداره. ولی بعضی دیگر از آقایون مجموع چونه و اطراف چونه طرفین رو اینها رو به عنوان ریش تلقی کردن. قهرن وقتی که دلیل قائم بشه بر اینکه تراشتن ریش حرامه، این تراشتن این قسمت ها هم حرام میشه. پس امر برای من مردد میشه که آیا میتوانم اینجا رو بتراشم یا نمیتوانم. در این فرض اگر بخوام به احتیاط عمل کنم، وظیفم اینه که اینجا رو هم نتراشم، همچنان که قسمت چانه رو نمیتراشم این قسمت ها رو هم نتراشم، که علی ای حال من مرتکب عمل حرامی قطعا نشدم. سومین نوع از انواع احتیاط، احتیاط در جمعه. یکی از بهترین مثالهایی که برای این مورد میشه زد اینه که شخص در موقعیتی قرار گرفته از سفر، احتمال میده که این الان مسافر شرعی بوده باشه و قهرن چون مسافر شرعی است وظیفهش نمازه شکست خواندنه، نمازهای چهار رکعتیشو باید دو رکعتی بخونه، و از اون طرف احتمال این هم در موردش هست که این مسافر شرعی نبوده باشه، و وقتی مسافر شرعی نبود وظیفش اینه که نمازهای چهار رکعتیشو تمام بخونه، چهار رکعتی بخونه. در یک چنین مواردی که شخص مردده که آیا حکم مسافر رو داره یا حکم مسافر بر او مترتب نیست، وظیفه او احتیاط به جمعه. کسی که میخواد رعایت احتیاط بکنه در اینجا باید یک نماز دو رکعتی و یک نماز چهار رکعتی بخونه. این سه نوع روشی که برای احتیاط وجود داره برای کسی که میخواد به طور کلی در اعمال مربوط به احکام شریعت رعایت احتیاط رو بکنه، یا احتیاط در فعل، یا احتیاط در ترک، یا احتیاط در جمع. خب پس شخص یا مجتهد بود که طبق نظریه خودش به اون چه که به اون نتیجه‌ای که رسیده است از ادله از کتاب و سنت طبق اون عمل میکنه، وظیفه عملی خودش رو تشخیص میده عمل میکنه، مجتهد. راه دوم راه احتیاط بود که نظریه مجتهدهای مختلف را ببینه، ملاحظه کنه و در هر مورد مسئله ای منطبق با احتیاط عمل کنه. راه سوم و راهکار سومی که وجود داره برای این که ما عمل صالح را انجام بدیم و انشاءالله مقدمات برای رسیدن به اون سعادت ابدی و کمال حقیقی رو برای خودمون هموار کنیم، راه تقلیده، که انشاءالله مباحث و مسائل مربوط به تقلید در جلسه بعد ارائه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.